جز فکر تو را دسر ندارم، غیر عکس تو نظر ندارم، سودای تو داره این دل من، عشق دیگری دسر ندارم. من تو را از دست نمیدونم. در زندگی زخمایی هسته که مثل خوره آهسته جسم را میخوره و روح را میخوره. آفرین، به جمله قشنگی. اینو خود گفتی؟ نه، صادق هدایت. اون وقت این صادق هدایت افغانیه؟ نه، ایرانیست. جدی میگی؟ نمیشناسیشه؟ چرا؟ اتفاقا اسم خودم صادقه. اصلا یه جورایی اون بچه محل ما بود، بابا هم به خاطر اسم منم صادق گذاشت. اسم خودت چیه؟ جومه. نه، نمیگم چه روزی به دنیا آمدی. اسمت چیه؟ نامت چی؟ نامم جومه هسته. یه برادر بزرگتر دارم اسم شب جومه هسته. منتها پدرم شب جومه رو خیلی بیشتر از من دوست داره. آخ، ما ایرانی هم شب جومه رو خیلی دوست داریم. میدونی؟ یاد انبات هم میافتیم، رفتگان و مرده ها. اون وقت این داداشت کجاست؟ گفتمت که پدرم شب جمعه رو خیلی بیشتر از من دوست داشته. اونو نگه داشته پیش خودش، منو فرستاده در کار در ایران. حالا چرا یه دفعه غم و قصت گرفت؟ دلت هوای شب جمعه رو کشه تو؟ داداشتو میگه. نه، دلم گیر دختری هست در سعادت آباد. نامش کاملی هست. پدرش برج داره، مادرش پی‌اچ‌دی داره.
این ماشین جدیدا؟ نه دکتر است، پی‌اچ‌دی داره، پی‌اچ‌دی. خودش نقاش سبک کوبیسم. نمیدانم اگه برم خواستگاریش به من میدنش یا نه؟ نه، حتما برو. چرا بهت ندن؟ پسر به این خوشتیپی، برو تو. منو مقصر میکنی؟ منو مقصر میکنی؟ مسخره نکردم که. خودت سیر کن، کلت سیر کن، سیبیلت سیر کن. تازه اون یکی پسر که دوستش داره موهاش از من پریشان تره، ریشش جنگلی تره، شلوارش هم از من خیلی پاره تر است. خب آخه ببین، ما پارگی داریم تا پارگی. گوش میدی جام جان، مال اونا پولداری پاره است، ولی مال من و تو از بی پولی. حالا هرچی که از هر دو تاش پاره. آره دیگه. خب این چیست تو گوشت؟ گوشکیست؟ گوشکی چیه؟ یعنی سر کار موزیک گوش میکنی راندمانت بالا بره؟ آها میکروفون میگی؟ نه این سمک برات گوشم گذاشتم سنگینه. آه آره کار میکنی؟ با چیستا؟ چند تا دونه موزاییکه از عقب وانت ببری طبقه سوم چقدر میگیری؟ 100,000. مگه گفتم وانت رو ببری طبقه سوم زرنگ کابل؟ یه چیزی گفتم معامله سر نگیره. تو مریضی مگه؟ نه بارش سنگینه، به کمر آسیب ماندگار میزن. درسته؟ ببخشید آفتاب خورد که چشام، آمپولتو ندیدم جناب دکتر. من 30,000 میگیرم. آقا ارادت مدی، من 15,000 تومن میگیرم با تمام وجود میام. 15,000 تومن ارزونتر نبود؟ 15,000 تومن یک 15,000 تومن به سگ بدی دنبال آدم نمیکنه دیگه. چطی میگی؟ چرا قیمت داره میشکنی؟ من گرفتارم آخه. 15,000 تومن دو، 15,000 تومن سه. خوبه ها تو یا بریم خوچو بریم آقا. سمکا کجا داری میری؟ داری دربه کردی؟ خوچو وایسا بریم وایسا حالا که رسیدیم، ولی کاش که همون عقب نشسته بودم. من که بهت گفتم که موتور جلو و عقب نداره، جفتش تنگه. آره خب ترمیناس باید با آسانسور ببرم طبقه اول؟ نه اوناست با پای پیاده میبری طبقه چهارم. این چند کارم خودم گذاشتم، کمرم درگیره. خب اون وقت من کمر ندارم؟ داری نون کمرتو میخوری دیگه. خب کمر ما رو چند حساب کردی؟ 15,000 تومن؟ نه 15,000 کیلو. مشغول شو، پولتو میدم راننده، بالا گرفته خوابیده، کارت تموم شد دستموزو بگیر برو. هری جدی میگی؟ یعنی نمیخوای منو برسونی پاتوقم؟ مگه من آدم تو هم داری کار میکنی دستموزشو میگیری؟ پولتو بگیر یالا، یه دربست هری خوش اومدی. خب مرد سعی بخوام دربست بگیرم که دوباره باید یه پولی بزنم روش تا اونجا برم من. خب نده، پیاده برو، چربیات هم میسوزه، برات خوبه، اینجا هم یاد میگیری. خب، افتاد. اون وقت چربی های شما رو میراث فرهنگی میخواد نگه داره. آره خب باشه، میرم اینجا هم یاد میگیرم. فقط اجازه دارم من برم لباس کارم بپوشم این پشت ماشین؟ براز باشه برو. با اجازه. بسته؟ شکرت. سلام آقا. چه خوب شد شما اومدی. میخواستم بردم اینجا کجاست؟ الان بهت میگم اینجا کجاست. همون جون کنتو بده. چه کارت نمیخواد تو با کارت دستشه. دست میگه یه کارتی که آدرس اینجا رو بده. آها اینا میفهمید اینجا کجاست؟ آره فکر کنم اشتباه اومدم، اینجا تگزاسه. نه آه.
آقا منصور دنیا آواز داده مرد هستن باز دنبال کلیدت میگردی؟ آره دیگه همیگه افتاده بودا خب الان چند ماه تو هی هر روز میای اینجا دنبال کلیدت میگردی خب یا بنداز تو گردنت یا یه دفعه بکن تو جیبت دیگه چیکار کنم میافته دیگه باز اینجا چکا بکنی؟ دنبال کلیدم میگردم دنبال کلیده نمیخوام بگردیم اگه این دفعه اینجا ببینم زنگ میزنم 106 110 بیان برد دارم ببرم ارادتمندی به به آقا صادق بازارت خیلی داغه میبینم دمت تو رخت خواب میکشن دیرون میبرن سر کار چرا گردنت کج کردی آقا صادق بدهکاری مردمو بده گردنتو راست کن راست میکنم متعلن گردنم کج کردم آفتاب بخوره این سمکم خوشه اینم شما مشکلی داری؟ چه آدم پر روی هستی رو نیست زنگ پاس خجالت بکش چهار ماست اجاره خونه ندادی پر روی هم داری میکنی؟ دو ماست به تو میگم خونم تخلیه کن خب میکنیم دیگه منتها بهت گفتم که بعد از عمری خدا داره بهمون یه بچه میده بذار زنم وقتی بچه رو زایید میذاریم میریم دیگه ای بابا اگه یه دوست دیگه به جای شما صبر شده بود بهتر بودا حرف دهنت هم بفرد بابا من دوزم با این دیواره کلنگیت نگاه کن من نگفتم که تو دوزی بچه من میگم به هم دوز زده میفهمی اینا تمام جیب میبامو خالی کرد آها عجب دوز بدبختی بوده چرا؟ که تو رو زده یه بازی دیگه یه مسخره بازی دیگه منو باز دوره خواهی ببیشنی ها؟ برای چی؟ اگه دوز تو رو زده این موبایل و این دست بیل و چرا نبرده؟ به جون زن خدا بیامرزت راست میگم آخه موبایلو من یه جایی گذاشته دادن که اصلا به فکرش نمیرسی دستش اینم گفت دست و پامونو میگیره برگردون به هم تو به جز این دوتا چیز دیگه هم داری؟ آها اونجوری نه یه خواهش دارم یه آقا برو تا همسایه نیدن آبرو منم نبردی چی بود؟ گربه بود بابا اونها گربه چیه؟ صدای جیغ ننم بود مادر جنابالی؟ بله محترم خانم الهی موتی محترم محترم خانم محترم خانم موتی خانم بله بله چرا لباست اینجوری شده؟ شما چی شده؟ چرا جیغ میزنی؟ ببین این خانم حبزه دردش گرفته خانم حبزهیم و دردش گرفته دردش چیش گرفته؟ درد زایمان دیگه دردی تو شما هم فراموشته اون همسایه‌مون نیست که اکرم زنمه دستم به دامنه آقا دامن چیه؟ من شلوار پامه خب دستم به شلوار دستم به هر چیزی که شما قبول دارید شما ماشینت رو روشن کن زنم از دست رفت تو بود ننشو ببینم چی شد میگم که راستی ننت کو ها؟ ننت کو یا بریم صندوق پولتو برگردونم خب مرد حسابی این حرفا یعنی چی ننت کو بابا من دیدم حواس پرتی داره گفتم شاید اشتباهی رفته باشه اتاق عمل کار دست خودش بده یعنی چی بره یا چهار تا از عضلاش دست پاشو اهدا کنه یا مثلا بره این پروتزا تو چونش بذاره حرفا رفت وسایل بچه رو بده دیگه حرفا میزنی سلام چی شد سلام قربان چی شد آقا یک جان حالا عمل که عمل سختی بود ولی خب ما سعی خودمونو کردیم یعنی چی سعی خودتونو کردیم بابش دیگه توکل به خدا خب یعنی چی میشه جواب اگر قبل از اینکه واسش موتور بخریم فکر عاقبتشو میکردین الان اینجوری با حال زار اینجا وای نمیسادین بابا باور کن به جون مادر من موتور براش خریده اصلا زنم موتور سواری بلد نیست که زنتون بله نه بابا مریض من یه پسر بچه 13 14 ساله است خسته نباشی آقای دکتر آخه یهو گفت موتور بخریم عجیبه سلام ببخشید چی شد هیچ
از پروستاته، چیز خاصی هم نیست. چی میگی آقای دکتر؟ من که دکتر نیستم که مادم جواب آزمایش بابام ببرم تو. شما از رفیقاشونی؟ مثلا بابای تو رو نمیشناسی؟ بفرمایید، خسته نباش، ببخشید. میگم آقا کریم اینجا چند تا اتاق عمل داره؟ سلام خانم دکتر، ما از همراه های زاو هستیم. زاو؟ بله، قلیزاد. واقعا شما همراهشین؟ نه، ما در مقابلشیم، شمشیر من رو بستیم، بزنیم دو شقش کنیم. خب همراهشیم دیگه خانم. اگه بدونین چی شد؟ چی شد؟ مرد؟ زنم چی شد؟ خانم دکتر بگو نصفه عام شدیم. نه، نگران نباشین، حالشون خوبه. حالا بچه من پسر یا دختر اون وقت؟ اون رو دیگه نمیتونم الان بزنم. یعنی چی؟ یه لحظه بستیم؟ پسر یا دختره؟ چطور یک پزشک نمیتونه تشخیص بده بچه پسر یا دختر؟ سخت نیست که. بله، حق با شماست، ولی اول من بعد این خبر رو به رئیس بیمارستان بدم. خب من باباشم آخه. بله، شما اگه دوست دارین تشریف ببرین بخش نوزادان، خبر رو تصویری ببینید. با اجازهت. جدی میگی؟ میگم آقا کریم جان، یه وقت دو جنسه نباشه. آقا کریم، من فکر میکنم بچه‌مون یکی اون وسطی است، نگاه کن. نه، اون دماغش کوفته‌ایه. ببین اون بریه دماغش بدنی بیشتر به تو میخوره. خوب نگاه کن اونها اونه. بذار بپرسم خانم، ببخش، بچه من کدومه؟ بچه‌م چیکار که میرخصه؟ نه، خوشحالی میکنه. نه بابا، اون اصلا نفهمید. خانم، بچه‌م میگم کدومه؟ بچه‌م ببین، این داره دبیسی چهل میکنه که ببینه شانست کدومه؟ انگوش بذار رو همون. یعنی چی مگه شانسیه؟ حرفا مزید کلی زم. خانم بیا بیرون، بیا بیرون. حرفا میزنی آقا که شانسی کنی بچه من، هر کی بچهش من. خانم ببخشی، ما میگیم تکون بدی، میگیم بچه رو نشون بدی، حرکات موضوع میکنی، بچه من کدوم یکیشه؟ یک سر دارم نشونتون میدم، همین شیشتان کمه؟ خب بیادر شوخیم، نه جدی میگم بگین دیگه. جدی میگم، شیش قلو هن، شیشت که گلزری، مبارکتون باشه. جدی میگی؟ جدی میگه؟ شیشتان بچه؟ یا عروس گلم، عروس خوبم، تو باید تقویت بشی. حالا باید بچه نگهداری کنی، باید جون داشته باشی، را بری. ها چه نکنال میکنی؟ آت خانم، بله، دستت درد نکنه. خب عروس تخ بغلیه ها. واه، مگه من عروس دارم؟ این بچه تونم آورد. ولی خانم ببخشینا، تو این سن و سال چرا بچه دار شدی؟ من شما زنگوله پای تابوت میخواستی آخه. آت خانم، من زاو نیستم، این نوتونه. ننه، بچه رو بیار ببینمش. این یکی دیگه چیه؟ خانم شما با بچه هاتون میریم ملاقات؟ خانم اینا رو برای چی آوردی اینجا؟ خانم با شما؟ آوردم زاوشه بشون بده. واه، مگه زاوی ما گاوه؟ مادر، مگه بچه های نوزاد گاو شیر میده؟ ای بابا، بگاه خوب. آخ آخ آخ، ننه، دیدی گابا موزایی؟ ایو دورت جون. احکم، چرا انقدر تو عوض شدی پا؟ صادق، من اینجا. ببخشید، این ننه ما برای ما هم حواس نذاشته. صادق، چی شده؟ چرا اینا رو برداشتن و بردن اینجا؟ پس بذارنشون تو یخچال؟ خب، اکرم خانم، اینا بچه های شما هستن؟ چهارتاشون؟ نه، شیشتاشون. میدونی دوتاش هم توی دستگاهه. راستیتش بچه همون شیش قلو شدن، شیشتا پسر. شیش قلو؟ آقا مگه میره تو جیب من؟ هزینه بیمارستان و دستمزد دکتره،
اعتراضی دارید بفرمایید پیش آقای رئیس. من صندوق دارم. ای بابا، یکی صندوق دار، یکی هاچبک، یکی سواری، یکم بالته، یکم خاک بر سر توه. مردشون ترکیبت ببره. اب نداره، ناراحت نشو. خب جورش میکنیم شما. حالا خوبه دوگانه سوز نیست، وگرنه باید 20 میلیون میدادیم. ناراحت نشو. سلام خانم، من خبرنگارم. میخوام از شیشخولا گزارش تهیه کنم. اتاقشون کجاست؟ ایشون پدر شیشخولاست. وای آقا تبریک میگم بهتون. نه نه، به من تبریک نگین. پدرش شیشخولو من نیستم، ایشونن. برو جلو، برو جلو، من دارم ات. ببخشید، به شما تبریک میگم. خانم، اگه مردین باید تسلیت میگفتین. چرا تسلیت؟ ببین الان یه گزارش ازتون میگیرم، وقتی پخش بشه و مسئولین ببینن همه جوره حمایتتون میکنن. اصلا نگران نباشین. جدی میگی؟ بله. یعنی وام هم میدن؟ اونو دیگه نمیدونم. آره بابا، همه چی میدن. مرگ تو، من یه دفعه خودم نشستم تلویزیون میدیدم، یارو پنج قلو زایده بود. خب متوجه هستی؟ قول خونه رو بهش دادن. یعنی اون وقت به منم خونه میدن؟ خونه رو نمیدونم، ولی قول خونه رو حتما بهت میدن. آماده ای؟ بگیریم آقا. چیو؟ گزارش رو دیگه. آها بله خودمون رو ضبط کن. خب لطفا خودتون رو معرفی کنیم، بگین چی شد که شیش قلو زاییدین؟ بنام نگیر آقا. خانم ببخشی، من که نزاییدم. خب راست میگه، این زیر زاییده. بعد آقا کریم بخوای نکن دیگه. ببخشی، منظورم این بود که چی شد صاحب شیش خلو شدیم. راستش چجوری بگم، همه چی از تهاجم فرهنگی شروع شد، یعنی از فیوز چینی و کنترل برق و ببخشید موبایلش. بله چی شده؟ این که میشه تیم فوتبال. کدوم بیمارستانی؟ باشه الان میای، باشه خدافظ. چی شده؟ ببین یه خانومه تو بیمارستان مرتضی اینا 11 قلو زایده. فکر کن 11 قلو. باشه خب پس من چی؟ نه دیگه، خبر اون بر دکتر آقا. یعنی چی؟ وام ما گفتیم گزارش تهیه می‌کنه، خونه همش یعنی گرد. ببخشید اتاق رئیس کجا؟ انتهای سالن سمت چپ. بابا اینا تو نمیخوام آقا، من اصلا نمیخوام اینا. بالاخره یه کمکی به ایشون باید بشه یا نه؟ آقا جان این بیمارستان نیمه دولتیه، بخش دولتیش که دست من نیست. خیلی هنر کنم تو بخش خصوصی، اونم با صحبت کردم با دکتر یه تخفیف جزئی واسط بگیرم. تازه تو میگی هیچی ندارین که نمیشه که. آقا یه نفس بگیر، وگرنه دیت هم میفته گردن من. ببخشید، حالا چقدر تخفیف ما میتونیم بدین؟ خیلی هنر کنم 5-6%. یعنی هر بچه 1%. آقا جان اون وقت که بچه میخواستی با تکر از اینم میکردی دیگه. من؟ باور کن من نخواستم. پس کی میخواست؟ بالاخره یه سر قضیه شمایید دیگه. آقا گردن من ننده قربه برم، ولی جلو در وایستاده، عصبیم شده، یک سر من به خودش آویزون کرده پشت دره. چی آقا؟ سر قضیه. ارادتمندی، اینم سر قضیه. آقای عزیز، آقای محترم، شما خودتون دوتا سرید برای دوتا قضیه. منو وارد این قضیه نکن، من همراهم. کدوم قضیه آقا کریم؟ همون قضیه ای که آقای محترم بفهمید، خواهش میکنم بفهمید. چشم، فقط این قضیه هزینه بیمارستان چی شد؟ عرض کردم خدمت همسرتون، یعنی همون همراهتون. آها گفتین؟ یالا چی شد؟ هیچی، ببین تو نگران نباش، من جورش بابا خب جای اینا رو نباید جا به جا کنن دیگه، این اونجا بود گذاشتن اینجا. من چه میدونم پرستاره آورد. خب اون وقت گم بشه جوابگو میشن اینا زیادن. صادق گوش کن، با گوشی این خانم تخ بغلی زنگ زدم به مامان امینا. خب نباید این کارو میکردی دیگه. چی کار میکردم؟ دارم میان رو اونام حساب کن. رو آقا ناصر چه حسابی بکنم؟ چی گفتی؟ هیچی، میگم
ننم گفت این بچه ها زشتن، نگاهش کن میمون چی خوشگله. ماشالله. من میگم خب عجب، تو که به دنیا آوردی، خب یکیشو دختر به دنیا می آوردی. دیر سفارش دادی شرمنده. عجب چی شد اینجوری شد؟ این سوالو باید از خودت بپرسی. وا آخه اینم سوال بود پرسیدی؟ ببخشید پرسیدن عیب نیستا، نفهمودن عیبه. شما که اینقدر فهمیده این، این همه تو تلویزیون میگن فرزند کمتر زندگی بهتر، واسه تی 6 تا بچه رو با هم آوردی. خانم ببخشید من 6 تا بچه با هم نمیخواستم که، 6 تاش یا با هم اومد، تقصیر من نبود که. وا مگه میشه 6 تا بچه با هم بیان؟ وا اینم سوال بود شما پرسیدین خانم؟ وا این سوال اول من بودا. اون وقت اصلا ولش کن، جدی میگم چی کار داریم جواب مردم بدیم. ببین حواست به این بچه ها باشه، من میرم کارا رو درست میکنم. خب آخ جان بخواب بخواب بابایی. آخه من برم یه ذرم کمپوت بگیرم، جون بگیری تو. کاش به جای این که الان میرفتی کمپوت میگرفتی قبلا هی تو ویار کردی گفتی گوجه سبز اینا بگیر که اینجوری شیشتا شد دیگه. مواظبشون باش با هم دعوا نکنن، دست تو چش هم نکنن. این پرستارم صدا کن بیا. ببین راجب خونم نگران نباشو. ای مرگ تو. خیلی خواهی خوبه. خونه آخرش نهایتش اینه که من میگم براشون بریم بابا. دمت کرد چقدر دلگرمامون کردی. بریم آقا جون. باشه آقا. ببین میگم که اگه تنهایی میتونی شب بیا تو اتاق من بخوابی یا؟ نه آقا چو من تا عمر دارم دیگه پیش کسی نمیخوابم. نه میدونی چرا؟ چون دیگه اصلا این غم و غصه من خوابم نمیبره، دیگرانم بدخواب میکنم. شما تو اتاق خودت، من تو اتاق خودم، ننه جون تو اتاق خودش، من هرچی تو اتاق خودم. اه 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 شیشتا بچه. ای بابا حالا که آوردین تقدر خانو، ولی راضی به زحمت نبودیم. این حرفاش چیه آقا صادق؟ قابل شما رو نداره. دستون درد نکنه، فقط یه وقت تو عالم همسایگی نرید تلاملاتون رو بپ... آقا صادق بگی بگی. ارادتمندی، ممنون. این واسه من خیلی با ارزشه ها. خب پس بیا. نه بگی تو بیشتر به پولش احتیاج داری. آخه داری منت میذاری. نه منت نمیذارم. بگی کارت رو آقا چشت روشا. نه چشم روش نیست. بیا چشت روشه دیگه. خب پس اون برای نگاه کن، ما بریم دیگه. اون برای نگاه کن. آقا کریم بریم. ننه جون شما هم بفرمایید تو اتاق. بابا کارا... هوا خوبه ها. آره خیلی چیزا خوبه، ولی بفرمایید دیگه. آقا صادق. بله. یه آفتافه رو بده به من. آقا بیا بگی شما هم. بگی. ننه جون شما بفرما. ها. کار تو را میذاره 300 هزار تومانه. حواست باشه 300 تومن دادی. ننه بفر آقا بریم ما. ننه آقا برو. آقا کریم بیا خجالت نکش دیگه. ننه ما هیچی نمیم شما. ببخشید. شما هر دفعه اینجا میذاری پای ما میره. آها پس ببین من کلن حالم از موسیقی و این دو چیزا به هم میخواد تو کارشن نیستم. بابا حالا حالت به هم میخوری یا نمیخوری؟ یه پولی به ما بگی میده چیه؟ سلام آقا ناسه. سلام علیکم. سلام. سلام برمگی. ارادتمندی سلام علیکم. نه نه این آقای کیه؟ خیلی قیافش به نظرم آشنا. خب آقا ناصر دیگه، بابای اکرم شما ماشالله دیگه. آقا ناسه این کمپوته که دادی به این آقای از اتاق اکرم بر نداشتین؟ آره خب از همونجا برداشتم، دیدم این بنده خدا مریض غریبه بی کس و کار، دستش نکن نشون بده، نشون بده جای سوزن آشولاشه، آدم دلش درد میگیره بخوره ثواب داره دیگه. جدی میگی؟ آره ثواب داره گفتم بخوره. شما بعید این کارا. بیا بریم بفرمایید. آقا کریم آقا، کریم آقا بفرمایید. ولی باز به خود ما بگو دیگه. بیا بفرمایید. بیا 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 منتظر. فقط هسته هسته من هسته هم میخوردی بگن کمپوت بی هسته هسته پولی هم نده لاغل بریم یه ترومپیتی بزنیم. این که کمه. جدی میگی؟ اون وقت چقدرش کمه؟ 1,439,500 تومنش کمه. آخ خیلی کمه. میگم میشه من باشم بعد زن و بچه هم برن؟ ما از کجا پول بریم تو رو اینجا مرخصت کنیم؟ بشین. ببخشید خانم ما میشه دو تا از این بچه ها رو اینجا گرو بذاریم؟ مگه شیشه نوشابه است آقا؟ راست میگه من بچه های من شیشه نوشابه. خودت میتونی ماشینتو؟
خدا شاهد ماشین من سند بلد نداره. گفته بودی قابل محترم خانومو نداره. قابل کیو نداره؟ قابل نه، سند نداره. تو انسان نیستی، ماشین تو بفروش الان پول داره موقعشه. درسته تو که انسانی تو چه نیکاره نمیکنی؟ من چی؟ از کجا بیارم؟ پولی ندارم که. خب من بیارم چی کنی؟ نه این کارا چیه؟ میگم خانم شما کاراشو بکن، من پولشو جور میکنم. حتما. فقط شما یکی رو ندارین که که همه جوری کار آدم بتونه راه بندازه. ارادتمندیم. سلام آقا. سلام. ببخشید اینجا قهوه خونه است؟ آره داداش قهوه خونه است. هر مدل قهوه هم که بخواید داری، اکسپرسیون، کاپورچینی، شک شکلات، چیز میسکیک، نکسافه، قهوه ترک، لاته، چی دوست داری؟ نه دوا دارو دارخونه که نه، قهوه خونه چای میریزن دیگه. اینجا به من گفتن اینجا آدرس یه قهوه خونه است، پاتوق یه یاروه، آقای به اسم وسط زبونم بود اسی اقدس. چی؟ بیادره کردیم اگه ارادتمندی ما. والا انداختی بدبختو. این به خاطر تو نفله شد. چرا؟ چی شد؟ سر چی آخه؟ باشو بهش بگو سر چی؟ بهش بگو به خاطر اینکه بهش گفتی اسی اقدس. آقا این دفعه که من چیزی نگفتم. نه الان به خاطر حرف خودش کتک خورد، نباید به من بگه اسی اقدس. جدی میگی؟ جدلی نمیگه، بروسلی هم نمیگه، من میگم. ببین آقا جون، شما هم عزیزی، شما هم اینا اونا. ببین عزیزم، اسی اقدس مال زمانیه که اینجا قهوه خونه بود. الان اینجا دیگه قهوه خونه نیست، اینجا یه کافتریای با کلاسه. دیگه به من اسی اقدس نمیگن. نه نه به من میگن اسی کلاسیک، اس 500 هم میگن. من که نمیشتم اما خیلی خب بیایی نوزه گوشت. دیگه نمیگن اقدس. آها فهمیدم. به من چی میگن؟ اقدس. نه اقدس نمیگن. خودت الان گفتی؟ نه من نگفتم. اقدس کلاسیک؟ نه. اقدسیک؟ نه. یه لاستیک سیک میگی سیکی یه داشتا؟ نه دیگه خونت حلال شد. دستو بشه. نه نه بشه دست هی میگه اقدس. دیگه نمیگم اقدس. این دست هست نه اون دست. ایره چه ترس این دست رو میگیرن؟ ایرج آقا خانم آقا جون ایرج اینو هلش بده آقا پاپا درگیری شد آقا برش کن آقا بسیه منو چرا میزنی آقا؟ نمیدونی واسه چی زدم؟ واسه این خنگ هی میگم دستمو بگیر دست چپمو بجن که بگیری دست راستمو میگیره. الان با چاقو ده بار تو رو کشته بودم دیگه. خب راست میگه دیگه، اگه منو زده بود جوابگو میشدی. آقا حسین راست میگه. بابا مرض. بابا تو اینجا چیکار داری؟ دو دقیقه اومدی کافر به هم ریختی. بابا من اومده بودم قطعه اسپریسی از دارخونه بگیرم، اشتباه اومده بودم، با اجازه. اون سری بگیرش. خان سری ول کن. تو یعنی اینجا هیچ کاری نداشتی؟ نه جانت خان سری ول کن. هیچ کاری نداشتی؟ داشتم. آقا من یه لحظه خان سری جان. چی؟ از من؟ آره دیگه از من پول نزول میخوام. نه بهره ای دیگه. من پول بهره ای رو کسی نمیدم. نه مونه اصلا میگن چی میگن این جدید ما این کار رو دیگه نمی کنیم. نه
ناراحت شد؟ آره دیگه. ببین میوه ایجا چی بود؟ دوستی بودی؟ آها خان سری بلکو من برم ها؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ بپر یه لیوان آب بردا بیا. ایره جانم آقا جون خاطرم آزرده شد بگو یه رو بخونه. خان سری یه دونه بخون پس اینجا رو عوض شو. غروب پاییزه دلم غم انگیزه. آخ صدا داری یا فلک نم نم عشقاشو میزه. خواستارا نزنه صدا صدا تو ببار بابا. آقا میگن خفش چشم ببخش دونا گفتن ها. صد بار گفتم اینجا دیگه قهوه خونه نیست. افکار قهوه خونه رو بریزین دور. اینجا کافتریاست. ما کافتریا زدیم که کار فرهنگی رو شروع بکنیم. یارو میاد قهوه میخوره، نسکافه میخوره، میره کار فرهنگی میکنه. اونی که قلیون میکشه نمیتونه کار فرهنگی بکنه. آقا جون ما اومدیم اینجا آف تو دیت بشیم. ما دیگه کارهای گذشتمونو تکرار نمیکنیم. بعد یارو اومده از من نزول میخواد بکنه. حتما گیره. آره گیرم، جدی میگم آقا گیرم. خیلی خوب، نمیتونیم کار این پیپلو را اندازیم که. نه نمیشه اصلا نمیشه. ما تو کافه جمع شدیم که به هم کمک کنیم. دقیقا درسته. خیلی خوب برات ردیفش میکنم. چقدر میخوای؟ 1,439,500 تومان. چند وقته پس میدی؟ سه ماه نه دو ماه میدم دیگه. ایرج جونم آقا برو تو آشپزخونه پشت یخچال کش و دومیه یه بسته پول دارم اونو برده بیار. برو یه چشه. بله بیا اینجا. ببخشیدا یه کاپوچینو برای آقا بیا. نه 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 این چیزا من نمیخورم. اه قهوه از چیزی توش نیست. انقدر باید پس بدی. باش آخ زیاد حساب کردی ولی خب گرفتارم دیگه. آقا حواستو جمع کن. از شیر مرغ تا بچه آدمیزاد، اولگردی تا دکترای آکسفورد، از بچه کوچولو تا پیرمرد 100 ساله کاراشونو میان به خودم میگن. من کاراشونو انجام میدم. تو هم هر کاری داشتی تو هر زمینه میای پیش خودم. جدی میگی؟ جتلی نمیگه، بروسلی هم نمیگه، من میگم. شما مثل اونا عزیزی. بیا فقط این سعدی چند حساب شد؟ خیلی شد. دارم میان یکم آب بده به این خروس بزنش زمین. خروس من آب نمیخوره. آب میوه گرفتم براش. تازه نمیخوام بکشمش. این حرکت سمپولی که صادق پر انرژی صادق پر انرژی صادق پر انرژی صادق پر انرژی ساده اینجا چه خبره؟ دو زده؟ نه 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 یه مدت که شما تشریف نداشتین ما گفتیم که یه مش خرطه پرته رو بریزیم دور یه ذرم آب جارو کنیم. درمون بایم آب قد بود و فقط جارو کشیدیم. فروختی؟ خب دوباره میخریم. تازه بهترش هم میخریم. جدی میگم آ. صادق همه جایزه منو فروختی؟ حالا تو فکر میکنی جایزه چی آوردی؟ یه 4 تا تیر تختی که مادر دیگه جایزه نمیشه. اونم برات میخره. خاطر جمع باشی. محترم جون مثل که یادت رفته. خودت دخترای خودتو با یه آفتاب مسی بیرون کردی. آخه من اون موقع میدونستم که مس میشه قیمت طلا. میبینی که من عقل داشتم. عجب گرفتاری شدی بابا. بس دیگه. ما باید بجنبیم دست به دست همدیگه بدیم این خانواده رو نجات بدیم. بچه بزرگ کردن مشکله. راست میگه دیگه. صادق خاک تو سرت کنم. تلویزیونم فروختی؟ خب آره یه جوری بعد این بچه‌ها رو میآوردیم بیرون دیگه. اون جعبه زیرش اون دستگاهه. اونم رد کردی؟ کدوم دستگاهه؟ همون که کانال این منور نگاه میکردیم. آها آره چون دیگه اون کانال نگاه نمیکنیم. دهنم وا کنم جلو مردم. بفرمایید بچه ها خواهشن گم نشا بیارین. شما بفرمایید بچه ها رو بگیرم.
کارای ما اضافه بشه چه خبر میشه؟ ارادتمندی برو بیرون. آقا یدی جواب سلام واجبا. علیک سلام. آقا یدی اون نوشته چیه زدین اونجا؟ آخرین برگ کتاب زندگی قربان گارسیا. آها قربان گارسیا. اون وقت خودش اینو گفته؟ یه جمله داره دقیقا معناش میشه همین. جدی میگی؟ خب من کلا مگه چقدر نسیه بردم که شما بیانیه میزنی رو در دیوار مغازه آبرو ما رو میبری؟ خب زندگی ما هم دشواره دیگه. چی؟ دشواره؟ خب نسیه نسیه است که چه فرق میکنه؟ اگر شما آبرو داره من زندگی خیلی دارم تا من نمیخوای بفهمی درک کنه. خیلی خب حالا سکته میکنی یه چیز میشه سکته فاصلش انقدر یه وقت متاسفم که خیلی بیشوره. آقا ولش کن بیا ببین شما یه پنج شیش تا نه یه سه چهار تا واسه نه مثل که یه دو تا تخمه ما آخه اونا آقا یه کار میشه شما 10 تا تخمه مرغ من بدی؟ خب اون وقت من صبح میارم پولشو بهت میدم. نه خیر تو رو خدا تو رو خدا برو بیرون تو رو خدا من میارم دیگه. حکم تو دیگه برو بگی بخواب من بیدار وامیستم بالا سرشون. برو به چی فکر میکنی؟ برو دیگه. میبینی گشتم و تشنه گرفتن خوابیدن. اینا بابا اینو من به زور دهن بابات کشتم بیرون پوست دوتاشونو خورد ماشالله. صادق بچه ها رو میگم من. آها گفتم یه وقت بابا مامان تو نگی ها. نه پوشکی نه غذای مقوی من چه خاکی دوست دارم بریزم با 6 تا بچه. خب البته خود اینا مقوی بودا ولی خب بابات مثل کرکوتیل ماشالله خوردمه. ببین میگم تو که وضعیتمونو میبینی خب من میگم دنبال یه بهانه‌ای بگرد بابا مامان تو رد کنیم بره. ساده خب بابا اگه ننمم فک فامیلم تو زلزله نمرده بود اونم من میفرستادم بره پیش یکیشون دیگه. اختیار ننت دست خودته ولی تو خیابونم که چادر بزنیم ما تا آخرش هستیم گفته باشن. اه چه خوب ما میخواییم بزرگ شدن نوه همونه ببینیم. ننه شما بیداره چیزی نمیخواییم بگیم؟ آره ننه بیدارم دارم فکر میکنم یه چیزی بهت بگم. خب نه دیگه نگو بزرگترا گفتم بقیه گفتم. صادق تو عوضی که صورت مسئله حل کنی پاشو برو یه کار پیدا کن خود مسئله حل کن. خب صورت مسئله یعنی خودش نمیفهم خودم بابا مامان تن اینجا چتر انداختن. صادق دهنم وام کنم یه چیزت میگم ها بی خودی حرف نزن. اون تلویزیون رو فروختی اون جعبه کانالی ها باشن فروختی بذار دهنم رو ببندم بخوابم. یاتاقان سلام طلعت خانم. سلام پیشتر آقا پیشتر. بله آقا نصرت توه. ای بابا اینم که همش این توه اوقات فراغتش خب بره جای دیگه. ساده. دیگه نمیخوای فکر کنی باحال این وضعیت. خب میگین چیکار کنم قفل بزنم به این قفل بزنم بقیه هم میخوام برن دیگه. اونو نمیگم اینو میگم. اه ببینم گلاب تو دختر شما هم زیاد میره دستشویی؟ نه بابا میگم تو این مدت که باباش واسه خاطر چندر قاز دیه افتاده تو زندون با چنگ و دندون بزرگش کردم. خب من چیکار میتونم بکنم براتون؟ آخه 6 تا پسر عذب با یه دختر دمه بخت تو خونه جور در نمیاد والا. جدی نمیگین که شوخی من خب که چی؟ تو همکارا تو دوستات یکی واسهش پیدا کن. نه من شغلم اصلا چیده دیگه ای سر سا ای آقا این بیدو چرا بردی اون تو؟ اینو دیشب گذاشتم دستشویی دو ببره. آها دست در این هم که این مسواک باش برخورد میکنه چی مسواک شخصیشه چی ببخشید اینگاه نه اینگاه من با اینم خدا چایش که پیدا میشه دختره رو بگیره. طلعت خانم این صادق ما رفت؟ توه کدوم تو؟ اون تو دیگه اکرم خانم بعد میگم چی رو؟ میگه دخترش بشه عروس ما. جدی میگه؟ هر 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 خیلی هم دلتون بخواد
خوبه آه ندارید با ناله سودا کنید. پول بیمارستانتون هم که ما دادیم با اون بچه های زشتتون. والا صادق، صادق بیرون دختر برو تو ما تو هم بیرون یا دیگه شرقت چی شده؟ چی میگه؟ چی میگه من نبودم که میگه پول بیمارستان ماها دادیم. جدی میگی؟ اون وقت یه دونه فقط فرش پاره سوراخ داد کجا رفت کرد؟ ساده به خدا اگه بخواد اینجوری پیش بره من وای تکس میخوام خودمو میکشم. من میگم وضعیت رو این بدتر نکن اکرا، هر دارو نظافتی آدمو که نمیکشه. ساده وای تکس نمی... اون که... بیا اینم اینجا مونده اصلا یه رو به اون تو داریم میگردیم. ها واسه تو جمع کن آقا. بعد ببخش گندش رو انداخته. یه لحظه ببخش. من حسابی میگم حواست تو جمع کن. اینجا جای خوابه مگه؟ نه ببخشی حواست چند بامت بگم؟ ببخشی من ای بو گند این وسایلش رو انداخته اینجا. بوی گند مال این نیست که شاید الان آقا خودتو جمع کن خود شاکی نشه دیگه. چرا میخواین؟ آمیر بله کجا میخواستی باشم؟ تو اتوبوس هم دیگه. من خود تو اتوبوس چاباز کنم کجا پیدا کنم؟ خود این اتوبوسی چایش گرفته خودشون این چهار دادت باز کن داشتن یه خواهی تو سرشون میکردن دیگه. باشه دیگه باشه صدا تو ندارم. الو آقا جان شما هم کفشتو پات کن دیگه بو میده. آقا جان آقای محترم آقای محترم بله ببخش من گوشم سنگینه. میگم اون کفشتو پات کن بود پات بوی خفنی میده. آخ ببخش من خوابم برده این در اومده یه لحظه. بو مال اینه با این خلاب باز میکنی؟ نه با مال اینی این حواسش روی کار. آخ آره مال کار مشنوسته. چی؟ هیچی میگم بله من چای باز میکنم. مگه چایتون گرفته؟ آره چه جورم گرفته. خب دلتون نگیره قربونت برم خونه ما نزدیکه بیایی بریم باز کنیم. چیا؟ چاهو میگم بابا. آها بله بله میریم بریم. جونم بابای قربونش بشم من. وای وای چه پسر نازی داره چه پسر نازی دارم من. هنوز اسم نذاشتیم واسش چقدر میخندم. اکرم نگاه کنی یه کم شکل من نی نگاهش کن. چو میگم تو چرا نرفتی قبلا سونوگرافی؟ ماما شام چقدر ساده اینا پول سونوگرافیمون کجا بود؟ هرچی بهش میگم صادق انگار شیام زیادی بزرگه میگه بهتر بچه‌مو درشته. این بچه چرا لاستیکی نداره؟ گند زد به من. مگه زنیتی بلد نیستین؟ نگاه کن گند زد به من رفت اینا. آخه با بچه اینقدی اینقدر بازی میکنن؟ خب چه کار کنم حوصله‌ام سر میده دیگه. این صادق نفهم هم رفته تلویزیون رد کرده با این باید بازی کنم. آقا جون آقا جون ارادتمندی بگی منو سلام. علیکم سلام. سلام خوبی؟ سلام 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 و زهر مار تو کجا بودی تا الان؟ ما همه ما نگشتگی مردیم. اون چیه دسته؟ آها امروز رفتم برای بچه ها یکم خرید کردم. آخه بچه اونو میخواد چیکار کنه؟ نه اینا نمیگم که اینا رو واسه شون گرفتم این که واسه خودمه. شما بفرما خودت اینو میخوای چیکار؟ ها آخه امروز یه کار چاه بهم خورد اون وقت دفعه اولم بود قلق نداشتم این زیادی اومد. بیا ننه بیا اینو بگی بذار تو ظرف تا سر نشده بقیه بخورن. بیا داغش کنم یعنی اینا نمیگم که ننه جون این کبابا رو میگم. باش کبابو میگه ننه کجا میری از این ور؟ آره
تا اونجا که یادم اون بر خونه آقا کریمه. بیا آقا ناصر، اینم جای تلویزیون، اوقات فراغتتون رو با این پر کن. خوبه؟ به به، دستتون درد نکنه. راستی اکرم، من شنیدم هر کی بچه سه قلو، چهار قلو، پنج شیش قلو داشته باشه بهش پرستار میدن. گیریم که بخوام بدن، من بمیرم نمیذارم بچه‌م زیر دست پرستار بزرگ شه. آفرین، ولی خب میگیم رو دستش بگیره با مدیریت خودت. صادق حرفش هم نزن. آره خب آخه فرق میکنه یه قل با دو قل سه قل فرق میکنه. این وقتی شب یه قل دو قل بازیتون گرفته، این قضا از دهم میفته، بخورین دیگه. شروع کنین. میگم صادق چرا اونجا نشستی؟ بیا بالا رو تیتر بشین. نه نه، من رو همین نیازمندی ها راحتم. بفرمایید. چی کار میکنی؟ این روزنامه مال امروزه؟ من خریدم. آره آخ آخ، کاشکی مال فردا بود. خانمی چه حرفیه شما میزنی؟ بچه برادر شما تازه رفته خدمت سربازی، من از الان چجوری براش کار جور کنم آخه؟ منم یه معذوریت های اینجا دارم. آره ظرفیتمون تکمیل شده، ما نهایت یه نفر یا دو نفر دیگر رو بخوایم. یعنی چی هر کی اومد بپیچونمش؟ یعنی هر کی اومد استخدام نکنم که بگم او دو سه سال دیگه فامیل زن من میخواد از سربازی بیاد که بیکار نباشه؟ سلام علیکم. اونجا یعنیش نیام خونه؟ نیام خونه؟ چی رو پاره میکنی؟ چی رو پاره میکنی؟ الو؟ 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 چی رو پاره میکنی آقا؟ آگهی کرده بودین. داده بودیم؟ بله آگهی داده بودیم واسه استخدام. آه اون ظرفیت تکمیل شد، تموم شد. بفهمید شما جسارتم، ولی این آقا گفت یه چند نفر دیگه هنوز میخواین. کدوم آقا؟ این آقا کچله اینجا قد کوتاه دندونه ایشون. مرتب باش آقا. بعد ببخشید دستتونم درد نکنه. بلا آقاست. آقا دوتا میخورن. ممنون هستن آقا. نخورد که بعدم میارم میخورم. بعدم بله خلاصه این آقا گفتن که چند این آقا گفت درست گفت، ولی بعد واجد شرایط باشی. شما شرایطی نداری؟ داری؟ ارادتمندیم. شما میشه اول شرایطتون رو به ما بگین؟ ببینم مدرک تحصیلی چیه؟ خب الان حل شد، خوشبختانه من دیپلم دارم. بدبختانه ما زیر دیپلم میخواییم. ببخش یه لحظه، من کجای دیپلمو؟ زیر دیپلم. حالا چرا زیر دیپلم؟ بگه اگه میگفتیم لیسانس و فوق لیسانس، الان 2000 نفر میریختن اینجا که این شغل استثنایی رو بقاپن. عزیزم جامعه که فقط دکتر و مهندس نمیخواد، شغلای مهمتری هم هست. بله خب شما میتونید یه روز من فرصت بدید من برم آموزش پرورش دیپلممو باطل کنم. حالا فکر کن دیپلمتو باطل کردی، بقیه شرطو داری؟ ببین اساسا تو زن داری. بله بهم نمیخوره. بچه چی؟ بعد 6 تا بچه داشته باشی. خب بله، خب من 6 تا بچه‌ام دارم. 6 تا بچه داری؟ بعد 6 خلو باشم بچه‌هات. خب حل دیگه، اتفاقا من 6 تا بچه دارم، 6 تاشون هم 6 قلوان، اونم از شانس تو گیر دادی ها. عزیز من به خاطر خودت میگم این کار سختی، بعد صبح زور شب وقت نیمه وقت بلند شی تی دستت بگیری هی بکش 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 بکش، آخرش هم چی؟ هیچی. فعلا که اینجا استخدام رسمی شهردار میشین؟ نه اینجا یه شرکت خصوصیه، همه قراردادی ان، امسال هستی سال دیگه نیستی. برو برو کار که به دردت بخوره. چون اون آبدار کار کجا بود؟ نوکرتم. باور کن من 6 تا 6 قلو دارم، بدبختم، کس و کاری هم ندارم. اگر میشه شما آی محترم. من پسر محترم، آقامون رحمت رفت. خیلی خوب پسر محترم، تو داری برام مثل آقا کشل میکنی ها. ببین میخوای استخدام بشی باشه، استخدامت میکنم، ولی استخدامت مشروطه. مشروط؟ به به نگاه کن، شد این آینه خوشبالا اونا که میان میرن این تو. واسه ببینم بچه اینجا مگه مدیر نداره و مانر انداختی؟ الان وقت نظافت ها. آقا داره میریزه امو. داره میریزه؟ خب برو برو برو.
خب چی شد په؟ ریختم. خسته نباشی. خب بارو تو من تمیزش میکنم. خب بچه هست دیگه. بس من سوغات آوردم برای صبح. ارادتمندی مسخر جون. چاکرم نای صدق. بابات نی؟ نیست دیگه داداش باختم. آقا تبریک میگم، قدم نورسیده مبارک. شنیدم تا دیدی شیش قلوان دهنت باز مونده. دهنم که هیچی. چشما ببینم تمام خبردار شدی راستی؟ ما مگه چند تا بچه خوشیب داره محلتون؟ اسخر آمار معروف ها، خبرش پاشیده به در دیوار محل. یعنی انقدر؟ شیش تایی معدب باش بچه. یه بابا با تو کاری ندارم، بیا صادق جون بیا. آخه هی میگن شیش تاییاش. با تو کاری ندارم بابا، تیمشون برده. بیا. جدی میگی تیمشون؟ دربی بود دیگه امروز. امروز دربی بازی داشت؟ نه همون شهرآور. دربی و شهرآور با هم. اون وقت چند شدن؟ بیا داداش بیا، بی خیال، بیا شیش شدن. تو الان شیش قلو زایدی، حالت بده، بیا اینجا. البته من نه. خیلی خب، چی میخواستی حالا؟ هیچ. راستی اسخر جون، این کاغذه نوشته چیه زدین اونجا؟ اینو من نزدم، کار آقامه، واسه بقیه زده. آخه اسم منو نوشتین که. آره چون هر کی میاد نسیه بگیره ما میگیم نمیدی، میگه چرا به صادق میدی؟ ما اینو زدیم فکر کنم فرقی قائل نیستی. خب اونم تو میدی ها، بابات که نمیده، یک اوناقه. خدا رو شکر امشب هم تو باشه دخلی. آره بابام فکرش قدیمیه، فکر میکنه با 4 تا تخم مرغ و پفک فروختن میشه مایه‌دار شد، ولی دیگه الان نمیصرفه صادق جون واسه 200 تومن خیارشور دلاشی. آره خب برای بعضیا نمیشه بابا، ولی برای یه آجر و 200 تومن هم دلا میشیم. ایول من اصلا خدام بیان همه نسیه ببرن. بگو چرا. آفرین. چرا؟ به خاطر همون یرا. کدوم را؟ دیرکردش پولسازی میاره، من بیزنسمنم بابا. چه خوبه این یرا. اون وقتی چند درصد دیر کرده؟ حالا شما شیش قلو زاییدی بیا باد را میایی. آسراموش شیرین کام باشی، ارادتمندی. ولی خدای شکر که جورش کردی ها، ما به همینم راضییم. آقای محترم، آقای محترم، لطف کنید تشریف بیارید بیرون، برید انتهای صف. عزیز من تحس انسان جوز دیتو چی میشه؟ من معدم مشکل داره، یه کمی درکم کنید بابا. آقای شما حرفی نمیخواید بزنید؟ آقا اگه 4 تا آدم مثل تو بخواد بدون نوبت بره، ما مشکل معده پیدا میکنیم داداش گلم. معده چی آقا؟ کلیه 20 میلیونی رو بگو. ای بابا هرکی چرا اینجوریه؟ ای بابا یواش آقا چیه؟ بدون نوبت رفته تو یه دونه‌ای بوده بدون نوبت رفته دیگه. اینجا مدیر نداره مگه؟ من اینجا پشمکم ساکت. مدیر نداری یعنی چی؟ چی میگی مشکلت چیه؟ آقا جون ما نمیذاریم حقوقمون پایمال بشه. ما خواستار حقوق برابریم. الان دارن حق ما رو میخورن. خب نخوره آقا، نخوره از بیا آقا، برو اون تو ارادتمندی. برو تو حقتو نخوردن. شلوغ شما واسه اینجا ببینم. وضعیت چی بود؟ آقا چه خبره شلوغش کردی؟ هیچی حق. ببخشید شما. من مدیرم. ما مدیر کجا؟ مدیر همین سرویس بهداشتی هم. بالا پسر مدیر اینجا داره خودش. ببر. چند تو بابا. عزیز من هم که مدیر اینجا داره شما حق رسید. اه! آقا! زمین شاهد باشین این پسره که... این بابا کنار! اگه مرگه! برگرد آقا! پسر آقا رضا؟ اگه اونم بیکاره؟ خب پس بذار من با دایی صحبت کنم، اگه دایی اوکی داد جای یک کس همین تازه استخدامی میفرستمش بره کار کنه. آره دیگه چه کار کنیم دیگه بابا. آره باش. این پسره کی اومده؟ خبر همینجور اومده تو. خب این پسره کی؟ برو بیرون که در داره، در بزن بعد بیا تو. برو بیرون میدن. باشه در میزن، ولی بدون این پسره آخه کیه میگه؟ من گل میشه همینجور هر کی سرش میزه بیا تو. حالا من بعدا با شما تماس میگیرم. خدا بفرمایید. خب این پسره کیه میگه؟ من مادیر اینجا چیت؟ بزن پایین، بزن پایین اینو. بفرما اینا اینجا ورش شد دستم دیگرش دار، برو هم باید صرفتو بزن.
این پسره که نشه بلند شو بابا نشه اونجا چی میگی الان ببخشید شما دیروز معاون بودی تو اتاق استخدام نشسته بودی یا دیروز مسئول استخدام بودی امروز معاون شدی هرچی تو به این کارا چی کار داری مهم اینه که آدم تو هر پست مقامی هست کارشو درست انجام بده خب الان چی میگی تو پسره چیه هیچی من میگم این پسره کی اومده سر کار پسره کیه پسره میکنه بابا همین پسره که اومده میگه من مدیر واحد بهشت بهداشتیم نکن ببخشید خب آخه اومده میگه من واحد مدیر دستشویی منم آقا اون برادرزاده خانممه گفتم که از خدمت برگشته جدی میگی؟ خب شما گفتی که دیروز تازه رفته خدمت اون وقت یه روزه خدمتش تموم شد عزیز من قضیه به گوشش رسید خدمت رو ول کرد اومد سر کار ببین خدمت همیشه هست کار گیر نمیاد قضیه به گوشش رسید؟ آه یعنی من دیگه نمیتونم کار کنم؟ نه بلاش واسه چرا میتونی کار کنی ولی اینجا نمیتونی تو جوون سر حال و قبراقی هستی هر جا بری بهت کار میدن باشه پس شما باید حقوق امروز منو بدین ها باشه تو همین زور برو برده سر این پسره وایسا بیا اینجا من حقوق نصف روز بهت میدم میگم آقا حالا این پسره که اومده آقا پسره اومده که اومده نه نه عصبانی نشو خواستم بدم این پسره که اومده الان اون مدیر دستشویی یا مدیریتش هنوز با منه تو مدیر دستشویی هست تو آقا الو پولش مگر رایگان نیست بابا نه داداش پولیه پولیه بله تهران هم چه چیزای پول در میارن ها داداش من تازه اومدم سر این کار سر جدت با ما کل کل نکن درکت میکنم بابا درکت میکنم ما تو شهر خودمون نگهبان مهتک شدک بودیم آقا یارو برای اینکه فامیلش رو نبذاره سر کار به ما انگ اخلاقی چسباندن از کار بیکار مان کرد بس تو که درک میکنی پولشو بده برو دیگه میخوام بدم ببم اما پول من کجا بود که بدم پول نداری؟ دست رو دلم نذار ببم آمدیم اینجا بازی تیم پیکان و گزوین تماشا کنیم جلو در استادیوم کیف ما نزدن آقا زندگی من تو اون کیف بودا همه را بردن حالا زندگی چی بوده که تو اون کیف جا شده؟ حجیم نیست کوچیک کوچیک کرد آخ این کوچیک کوچیک چیه که تو اون کیف جا شده؟ چند تا تیکه کتلت بود با کوکوک کوکب خانم پخته بود برای نهار ما آقا چند تا فیلم بود از آکیرا کوروساوا نامه رفیق من از کوپنهاگن بلیط کوپه قطار ما آقا اصلا من سر در نمیارم تیم مال جزمین است چرا تهران بازی تمرین میکنه باش آقا برو ما رو سیاه نکن برو پول نمیخوره میگم میخورد آدم درک بکنی باشی ها درک مان کن یه پولی نداری بدی بریم تا خانمو ببین تو خیلی رو داری ها ببین بیا لباسا رو گذاشتم اونجا تیم سر جاشه اینم کلیدش دیگه بیا اینم مال شماست من حلال حرام نشه حساب همت کردم قیافه شما چقدر آشناست آره الانم براندازت میکردم آشنا میزنی یا ببن جذبی نیامده بودی؟ نه من تا حالا نرفتم شما چه اینجا نیامدین؟ اینجا نه دفعه اولم هست ولی خوشم آمده آه بیشتر میام از این ببر دیگه خوش به سعادت این مدیریتش با ایشونه چقدر این خوب شده آقا با اجازه خدا حافظ بازم ببخشید خدمتت خراب برو آقا به خودت باش قربونه حیف شده کجا بابا بیا وارو رو تو کم کن دیگه
دایا یه دونه من این اونها بسر چیز دفعه خیلی نامردی خیلی نامردی جدی میگه خیلی نامردی این چی آمد خدایا من نوره تافتون قاسم فانتزی چرا فرستادی واسما کجا در میری؟ من که جا تو پیدا کردم آخه تو که بلد نیستی لوله بکشی برای چی قبول میکنی؟ آخه شیر اصلی رو به سیفو میبندن واسه من آتیش فشون درست کردی؟ وایسا کیفمون اون جامعه نامرد بود هم بیلمون رو جا گذاشتی این هم که پاتوق ما رو یاد کرد اگه بگیره ما رو فکر کنم می کشا خب من اصلا چرا نمیرم جدی میگم آره دیگه خب ما تا زیر پوشش در بیاییم تا اون موقع چی کار کنیم؟ برصورت اینم یه روش اداریه دیگه باید طی بشه خب بله بله آخه من 6 تا بچه دارم الان لنگ پوشکشونم لنگ شیر خشکم شما باید یه کاری بکنین دیگه نه راستی چرا وام نمیگیری؟ مثل که واسه هر بچه یه میلیون میدم جدی میگی؟ جدی میگه؟ جدی گفتی نو؟ آره آقا یکی از فامیلامو رفت بهش دادم به به البته یکی دیگه از فامیلامو رفت بهش ندادم آخ آخ بگیر نگیر دارین دادن ندادن ها آخ اون نصفش هم بدن کار ما را میفته این طور هم که شما میگی نیست خب پس چطوری هست؟ اول باید میرفتی بانک درخواست میدادی تا 18 سالگی یه مبلغ پول به صورت تصاعدی میریختی به حساب بچه ها بعد بانک مبلغی میریخته حسابشون به صورت تصاعدی بعد از 18 سال بچه ها به سن قانونی میرسیدن خودشون میرفتن بانک پول میگرفتن اوه 18 سال اصلا شاید تا موقع یه دفعه قیامت میشد کسی نمیدونه که اصلا خوبه که دیگه اجرا نمیشه بعدش هم حاج آقا اون پولی که به حساب ریخته میشه دیگه وام نیست که نوکر اون دیگه قلکه دیگه ها یعنی یه جور پس انداز دیگه میگم حالا شما که این چیزا دارین این صندوقا سر کوچه زیاد دارین یکیشو نمیشه امانی بدین به ما بعد تا سود نز... ای با... الو سلام سلام صادق جان خوبی؟ کار جور نشد مگه نه؟ چرا داره میشه؟ ولی اگه جور بشه خرجی امروزمونو نمیدا من این گوشی رو ته ساکم قایم کرده بودم چجوری پیداش کردی؟ صادقه آقا جون اکرم چی شده؟ هیچی میدونم صادقه میگم شارژم حیف تموم میشه بدش به من میاد خونه این افرا روش بزن دیگه چه خبرتونه بابا دستمو کندی الو اکرم بابات داره چی رو میگه الو الو داداش بله کجا رو زاغ میزنی؟ نه بابا شاید یکی تو سرباز بود ببخشید من نمیدونستم تو خونه سرباز داریم ببخشید نه من داشتم این کاغذ رو میخوندم دنبال کار بودم آها دنبال کار میگردی آره گرفتارم کار میخوام آها خب ببینم مدارک مدارک چی داری؟ دارم سابقه کار زن و بچه بابا ننه گواهی نامه پایان خدمت تحصیلات رفاقت زلالت چی داری؟ ببخشید آقا کار شما مگه چیه اینقدر استخدامش سخته رئیس جمهور مگه میخوای انتخاب حرف سیاسی نزن نه آخه میخوام بگم کارتون چیه اینجا رو بخون مگه نمیبینی کار در منزل آها. ببین داداش من زرنگ باشی راحت میشینی تو خونه‌ات
پاتو میندازی رو پات، خب کار میکنی برج 400 500 هم زیرینگی میره تو حسابه. جدی میگی؟ بله. تازه انقدر کارش باحاله، انقدر کارش باحاله، از فک و فامیل و در و همسایتون هم میتونی کمک بگیری. اون وقت ساعتش دست خودمونه؟ بله، همه چیش دست خودته. همه چیش دست خودمونه؟ بله، همه چیش دست خودته. اصلا من برای چی انقدر دارم به تو توضیح میدم؟ برو تو بینم، برو تو. ببخشید، کلا انقدر بودی صفر صاحب، من فکر کنم تو گودی پله واسادین. بله. من مختصر مفیدم، تازه نصفم هم گذاشتم تو بانک سودشو میگیرم. برو تو ببینم اوستا یه کارگر رو بردم اینه و هلو کسی سرباز نباشه. برو تو. استخدام شدم؟ بله استخدام شدم. سرباز نباشه. برو تو. بچه سردل بگیرم. خیلی خوب باشه. آقا ناصر داری میخوری که بابا این چرا ظرفت خالیه و هیچی توش نی؟ مغز نداره که همش پور که به درد نمیخوره که اینها. چی پور که؟ اون وقت بچه را ظرف این همه نصفه هست؟ کوری مال ماماست نکن همش پوست تخمه هست نه. خب راست میگه مامان، مال شما مغزاش کو. نه نه مگه خودت نگفتی مغزا رو بریز تو این؟ خیلی مادر اذیتم میکنی ها. نه نه من گفتم این صداش خالا بگی خب. پوستاشو بریز تو این، نه اینکه تو مغزاشو ریختی. آخه این اصلا خودش مغز داره که مغز تخمه رو بریزه. بابا خان ببخشید ها، دارین راجع مادر من حرف میزنین ها. اوه حواست باشه چی داری میگی دیگه. آقا جون صادقا حواستون باشه چه جوری حرف میزنی. خیلی پررو شده عکسم میزنم تو دهنتا، حواست باشه داری با آقا حرف میزنی. سودی خانم، این خانمی که نشسته اینجا عروس منه، اینجوری باش حرف نزن، من نمیخوام عصبانی بشم. آخه مثل که اول دختر منه بعد عروس شما. دخترتونه؟ خب اگه دخترتونه که اینو بگم همه دعوا رو شما شروع کردین اولشا. همه این دعوا رو اول ننه تو شروع کرده. با دست شما درد نکن. آقا ناصر ادای منو در میاره شما میخندی؟ مؤدب باشین دیگه. تخمت داره شما. بله من تخمه ها رو پوست میکنم، منتها شما هم پوست بکنین که ببریم پولشو بگیریم واسه شام یه چیزی بخریم. مگه هر دفعه مغزا رو ببری پولشو بهت میدن؟ آره گفت هر وقت بیاری میدم، شب نصف شب سر شب، گفت نقد نقد میده. حالا چهار تا دونه ما بخوریم مگه میفهمه؟ بله سه تاش هم بخوریم میفهمه. خب شمرده دیگه، بعد کارت پایان خدمت و شناسنامه و کارت ملیم دستش رو بدبخ میشم دیگه. میگم صادق شب داری میای برای بچه ها کلی خرید کن، هیچی ندارم. ساده یا با پول اینو پوشک هم نمیدن واسه این بچه ها، تخمتون رو بخوریم. چرا من میگیرم پوشک هم میگیرم. حالا خدا کنه نفهمن این کم شده. لامپ جواب اکرم رو چی بدم؟ وای وای پوشک هی چی؟ دیگه پستونک هم نمیتونم بگیرم. خدایا خودت یه کاری کن لاغل اون یکی کاره جور شه. شناسم هم اینجا. آقا 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 کلانتر اینجا. مستقیم یه نفر
مستقیم بیا. آقا اینجاست. بله. شاید نمیگه برم دوتا قطعی وایتکس بگیرم ببرم خونه با اکرم سر بکشیم اون وقت. آخه خدا ببین خدا جون بذار یه چیزی روک بهت بگم، اگه قرار باشه همینجور حالا باشه بعدا با هم صحبت میکنیم. مستقیم یه نفر حرکت. آقا تا همین الان هم میگفت یه نفر حرکت، شما اومدی حرکت مستقیم یه نفر حرکت. آقا خب بریم دیگه. آقا تو رو خدا یه پولی کمک من کن، این بچه سه روز چیزی نخورده. آخه بچه هرچی از خدا میخوای بهت بده. خیلی ممنون آقا. بیا بفرمایی این هم برای خودم کرای ماشینه. مستقیم یه نفر حرکت. آقا اینا مستحق نیستن که، چرا به اینا کمک کنی؟ گناه داشت، آخه بچه داشت دیگه. شما چه ساده ای؟ این بچه ها بچه خودشون نیست که. نیست؟ جدی میگی؟ کجا میارن؟ من شنیدم میگن این بچه ها رو اجاره میکنن. جدی میگی؟ مگه بچه هم اجاره میدن؟ ای آقا، یه سری هستن که نه خدا پیغمبر سرشون میشه، نه با عالم آخرت اعتقاد دارن، هر کاری ازشون مرمیاد میکنن، اینا من همون قماشن دیگه. مستقیم بیا. چه آدم هایی. مستقیم یه نفر حرکت. باز هم گفت یه نفر حرکت. این آقا هم اومد باز حرکت نکن. آقا خو حرکت کن دیگه. آقا جون بفرمایید سوار شید. ببین تو قیافت خیلی به پول داره میخوره. جدی میگم ها، تو حیفی. تو بیا. تو یکی کاری تر از همه این ببینم ات. خودتو بدبخت میکنی، هم من هم برادراتو. باشه تو رو میذارم دیگه. آقا منصور
چیزی نیست بابا، چیزی نی. آقا منصوره حتما دنبال کلیدش میگرده، درسته؟ فقط کلیدتو همیشه تو میگشتی، چرا اومدی اینجا؟ یه خورده تاریک بود اون تو، اومدم بیرون هواش روشنتره بیرون بگردم. جدی میگی؟ کلیده اونجا گم شده بعد ببین من یه کلید اضافی دارم، بیا با این کارتو را بنداز. صادق جان، آقا صادق، خود کلید مهم نیست، اونی که روشه اون مهم. این اونا نداره؟ نداره. شلیت به ما قلابی انداختن. هشمت خدایا ببخشید،
دیگه. دیگه دیدی گرفتاری، مجبور شدم دیگه. یا امام رضا، گرفتنشو. آقا، آقا چیکار؟ باست آقا. سلام، روز شما بخیر باشه. قول یک گزارش ویژه رو خدمتتون داده بودم، یادم هم هست، الان میخوام تقدیم حضورتون بکنم. اینجا اسکان موقت گدایانی هستش که از سر شهر جمع‌آوری میکنه و میارنشون اینجا. و این نکته جالب خدمتتون بگم، ببینید که تعدادشون هم کم نیست و اینکه با شگردهایی که همه اینها دارن در نوع خودشون نابغند، با لهجه و شکل شمایل و شگردهای متفاوت نسبت به روزهای قبل ما رو فریب میدم. ببینید ما دلمون برای کی تو این با شهر و سر چهار را میسوزه. همه سعی و سالم، ایشون هم که واقعا خوشحال و سرخوش سالم خوشتی، واقعا این جوان نازنین نگاه بکنید، اصلا به قیافش میخوره که اصلا گدا باشه. جوان عزیز برومن، تو چرا گدایی میکنی؟ کار بعدی خواه نمکنم، تخصصم دورش دیدم. نابغه که میگم اینه ها. میگم ببم پولی نداری بدیم ما بریم خانه ما؟ نه من سازمان بودم، کیفی پولم جا گذاشتم، میدونم بیام اینجا اشاره میشم نیومدم. شما راحت باش خواهش من. من همین الان که داشتم با ایشون صحبت میکردم تعداد جدیدی از عزیزان رو آوردن، مایلید که بریم خدمتشون ما اینا آشنا بشیم؟ خواهش میکنم. آقا خسته نباشید. اینجا بیشتر معلومه بدبختن. کلاً فضاش خیلی قشنگه. چیزه شما خودتون برای بیننده‌های عزیز بفرمایید که برای چی شما رو بردن اینجا؟ من رو کسی نیورده اینجا. من خودم اومدم. اومدم دنبال این بچه نازنینه. آها، یعنی بچه‌تون گدایی کرده بود آوردینش اینجا. مرد حساب گدایی چیه؟ این بچه یه هفته‌ش هم نمیشه. شما میگی گدایی؟ آخش واقعیه. نه مصنوعیه. آها، فکر نمی‌کنی آخه. خب پس برای چی آوردنش اینجا؟ خب من خاک به سر این بچه رو اجاره داده بودم اون وقت. اجاره؟ جدی میگم؟ واقعا متاسفم. خودتون قضاوت میکنی، یعنی یک پدر میتونه با بچهش همچین کاری بکنه؟ میدیمش برای پخش. باش با گروه چک کنم، نگران نباش. خیلی خوبه. وای اکرم چقدر رژه میری، سرم گیش رفت. بگی بشین. آخه از صبح بچه رو برداشته رفته، هنوزم بر نگشته، گوششم که خاموشه. بگی بشین، بادام جونو به مافت نداره. وا خب راست میگه مرد، پاشو یه کاری بکن. چه کار کنم؟ خب اگه اینجا رو بلد نیستم برم گم و گور شم، بعد دوتاتون قدم آهسته بری. خوبه پاشم برم. میاد دیگه بچه نی که ماما، اینه چهار تا
خدا مرگم بده. آقا جون ببین بده منم باش بازی کنم. خوابیدم آخه بیدار میشه. میرم یکی دیگه میارم. خدا مرگم بده. ننه با ننه بچه دوزه رو خوابیدم بازی کنم. تو چرا دلت برای بچه همسایه شور میزنه؟ آی شما ما این بچه منه. آخه زن تو که حواس نداری چرا بچه رو ورشه بودی اینجا دادی دست اینا؟ عجب فیلمی داری ما به خدا. فیلم ندیدی بنده خدا؟ الان تلویزیون یه فیلم داره پخش میکنه نقش اولش رو صادق داره بازی میکنه. خالی داره میبنده. خالی کدومه؟ یه بچه رو آقا برداشته برده گدایی کنه گرفتنش. خب بیا تماشا کنین دیگه. ولی وقتی یه پدر جیبش خالی باشه، وقتی بیکار باشه، وقتی از پس سیر کردن شکم زن و بچهش بر نیاد، وقتی خدا یهو بهش شیش قلو میده و تو خرجش مونده، اون وقت میگین چیکار کنه ها؟ اینکه من یه سرپناهی میخوام واسه زن و بچه‌ام، یه کار میخوام که بتونم شکمشون رو سیر کنم، اون وقت توقع زیادیه؟ نه جدی میگم توقع زیادیه. صادق وای به حال نگه تو بچم اتفاقی افتاده باشه آتیشه میزنم. خب مادر حالت بد میشه اینجوری ندو. بذار من دارم کریمو بردارم بیارم ماشین داره بهتر از ما شهر میشنسه. وای ایستا دیگه بچه مجبورش کنم. راست میگه واسه یه کارگر یه روز کار هست یه روز خوب نیستش دیگه. بعد از پس خرج شیشتا بچه بر اومدن کار ساده ای نیست که. اونم یکی مثل من. خب من کارگرم میفهمی؟ من کارگرم. حالا بارو به مسئولین هم بگو و هر کی دوست داریم بریم بگیم. چه؟ آره کارگرم. بارخونه چه نکشی بالا؟ خب بکش بالا دیگه اینو بکش آقا. رضا جون ببخشید یه کار پیش اومد من رفتم اون پشتا. بیا رضا جون بیا. میگم رضا جون خوش به حال اونا که این خونه ها برای اوناست. بچه هاشون بالا سرشون خونه دار. بسته حالا آقا سود نزن آقا. گوش کن آخ نه سود نیست که سمکم. الو ها؟ بله خودمم. بله ها؟ آقا به جان شیشتا بچم من دیگه اصلا مصاحبه نکردم. بینداز منتظرم. چه کار میکنی؟ بینداز دیگه الان دیگه. جدی میگی؟ مسکن؟ یعنی من مسئولین این کارا میکنن؟ یه وقت چی؟ الو الو رضا رضا مرسی که میخوام به خونه بدم. بیا نه رضا گوشی رو بیا گوشی رو بیا اینه برو رضا مرسی که من خونه دار شدم. رضا جون فهمیدی؟ آقا فارخونه رو کش بالا اون رو بده بیاد پایین. برو لوله رو بیاد پایین. رضا خونه دارم شما فهمیدی؟ یه من خونه دارم. رضا بگی رضا آی رضا بمیره تازه.